سلام من آدین حسن زدم امروز قرار در مورد سیکل آف یا چرخه پنجم ها صحبت بکنیم هممون این چرخه رو دیدیم به ظاهر باش شاید آشنا باشیم یا برخورد داشته باشیم باش توی کتاب های تئوری کتاب های آموزش گیتار توی ویدیوهای مختلف میبینیم که موزیسیان ها در مورد این چرخه تو آموزشاشون بحث میکنن و صحبت میکنن امروز قرار یک بار برای همیشه بگیم که اصلا این چرخه به چه درد میخوره در اصل و چرا ما بهتره که این چرخه رو بلد شیم. ما در موسیقی میدونیم که دوازده تا نوت داریم ما از اون در واقع دوازده نوت هفتش رو میدونیم که نوت های اصلاحا بکار هستن یا نوت که دیز یا به ندارن همون هفت نوت طبیعیمون که دوره میفاسولاسی ما هستن و بعد تعدادی نوت داریم که ما بین اینا قرار دارن که نوت های حالا دیز دار یا به مول دار ما هستن یا همون نوت های شارپ یا فلت ما هستن مجموعا میشن دوازده حالا همینجوری که تو تصویر میبینید ما این دوازده تا نوت رو توی یک چرخه با یک ترتیب خاصی قرار قرار بدیم اگر دقت بکنید این چرخه مثل یک ساعت میمونه دوازده تا نوت دور شیره شدن و ساعت دوازده این ساعت بالاترین نقطه این چرخ همون هستش با نوت دو شروع میشه حالا اینکه چجوری این چرخه ساخته میشه و های اطراف چجوری چیده میشن اولین نکته است که ما باید بدونیم من میخوام چیدمان نوت هایی که روی این چرخه قرار داره رو روی گیتار اول بگم که خیلی درکش راحت تره و به ما کمک میکنه که اگر این چرخه رو یه روزی یادمون رفت و به بهش احتیاج داشتیم خیلی سریع بتونیم یادآوری بکنیم واسه خودمون یا اگر حتی حفظ نشدیم یا دوست نشیم حفظش بکنیم خیلی راحت بتونیم جایی که نیاز داشتیم بهش راحت پیداش بکنیم خب فرض کنیم که ما با نوت دو خب میخوایم شروع بکنیم نوت دو بعدیش هست نوت سل یا جی حالا چرا از دو یه رفع پریده به نوت سل داستان اینه که من میام یک پاور دو رو میگیرم روی در واقع گیتارم میتونم روی فرت در واقع هفتم سیم شیش همین پاورکورد رو داشته باشم نوت بعدی که در واقع اضافه میشه به نوت دو که در واقع تبدیل میشه به یه پاور کورد دو این نوته این نوت یا یعنی نوت سل یا جی هستش در واقع ما به همین دلیل اسم این چرخه رو میذاریم چرخه پنجم ها که ما داریم 5 تا 5 تا نوتا رو میریم جلو پس در واقع اگر من تو ذهن هم بهش برم دوره میفا سل یک دو سه چهار پنج پنجمین نوت من بعد از نوت دو میشه نوت سل اما همیشه میتونم ذهنی حساب بکنم چون از یه جای بعد نوت های دیز ها دی دار و بمولدار ما هم در واقع سرکلاشون پیدا میشه و یه خورده ذهنی شمردنش طبیعتا دقیق در نمیاد پس ما رو گیتار میخوایم بریم جلو نوت اول من نوت دو پنجمش همیشه میشه نوت بعدی که تو پاور اضافه میشه که نوت سل من هست. همینجوری که تو چرخمی نوت سل یا جی نوت بعدی. حالا من یه پاور کورد جی میگیرم برفرض از فرست سی 6 نوت بعدی که به من میده در واقع پنجمین نوت نسبت به جی یا سل که نوت ره هستش. باز یه پاور کورد ر میگیرم. نوت بعدی که به من میده یک نوت لا هستش. باز پاور لا رو میگیرم. نوت می رو به من میده. پاور کورد می رو میگیرم. که در واقع نوت سی رو به من میده و جالبش اینجاست که از سی به بعد نوت های من دی ازدار میشن یعنی اگر من یه پاورکورد سی رو از اینجا برفرست فرست هفت بگیرم سی یا همون B یک نوت F شارپ یا فادیز به من میده واسه همین بود که گفتم بهتر ذهنی حسابش نکنیم باز پاور کورد فادیز رو میگیریم نوت بعدی دودیه دیز در میاد دو دیز رو میگیریم نوت بعدی سول دیز در میاد و الی آخر و در نهایت آخرین نوتی که ما بهش برخورد میکنیم نوت F یا فا هستش که اگر پاور رو بگیریم درجه پنجمش در میاد و نوت دو میشه و اون چرخه ما دوباره میرسه به رس ساعت دوازده که شروع ما بود خب پس فهمیدیم که چجوری این چرخه اصلا ساخته میشه به ترتیب نیست نشستن حالت در واقع چیدمانشون به صورت 5 تا 5 تا رفته جلو و ما خیلی راحت میتونیم اگر حفظ نیستیم و اگر یه جایی نیاز پیدا کنیم به اینکه از این چرخه استفاده کنیم اینجوری چیدمانش رو در بیاریم حالا اصلا این چرخه به چه درد میخوره خیلی از مواقع ما وقتی یک صفحه نوت میذارن جلومون اولین چیزی که ما باید بهش دقت بکنیم اینه که خب اون موسیقی که ما قراره که یادش بگیریم یا بزنیمش از چه نوتایی تشکیل شده یا بهتره بگیم که تو چه گامی هسته چه, س... رو ما اجازه داریم استفاده بکنیم یعنی در واقع داخل گاممون هست و چه, چه نوتایی رو اجازه نداریم استفاده بکنیم خارج گامه فالشه و صدای درستی طبیعتا نمیده خب برای این کار توی در واقع صفحه کاغذی که جلوی ما هستش به عنوان یک میوزیک شیت یا یک در واقع نوت موسیقی خط اول معمولا میان یه سرکلید میذارن توی تصویر میبینید که مثلا سرکلیدی که داریم نشون میدیم چهار تا دیز داره حالا برامون خیلی مهم نیست که این چهار تا دیز چه نوتایی هستن فقط تعدادش مهمه من چهار تا دیز تو تصویر میبینم یا بر فرض این دفعه سه تا بمول دارم میبینم یا حتی خیلی موقع ها هیچ چیزی اون بالا برای ما نمیشه نه خبری از دیز ها هست نه خبری از بمول ها حالا یاد گرفتن این چرخه به ما کمک میکنه که بر اساس تعداد بمول ها و دیز هایی که ما میبینیم روی یک صفحه نوت بتونیم سریعا تصمیم بگیریم که گام این موسیقی چیه پس خیلی خیلی راحت میکنه کار رو جایی که ما دونه دونه بیایم محاسبه بکنیم و ببینیم چه نوتی دیز شده یا چه بمول شده و تطبیق بدیم با چیزهایی که بلدیم خیلی راحت از تعدادش ما این رو متوجه میشیم حالا ما این چرخه رو میتونیم بیایم هم به صورت ساعت بریم جلو هم میتونیم برعکس به صورت خلاف جهت ساعت بریم جلو فعلا من میخوام به صورت ساعتگرد برم جلو اگر ما یه کاغذ نوتی رو داشته باشیم که هیچ دیز و بمولی نداشته باشه میفهمیم که گام موزیک ما دو ماجور یا سی میجر هست حالا یه استپ میریم جلوتر میریم سراغ نوت بعدی که نوت جی هستش گفتیم میخوایم فعلا به سمت در واقع ساعت حرکت بکنیم نوت جی یه دونه دیز به ما اضافه میکنه یعنی یک گامی داره که یه دونه دیز شاملش میشه من در واقع اگر سول ماجور یا جی میجر رو بزنم میبینم که یک نوت دیز دار داخل گامم هستش پس بلا فاصله وقتی اون صفحه نوت رو من دیدم و دیدم که یه دونه دیز اون بالاست میفهمم که گامم سول ماجوره میرم سراغ نوت بعدی نوت بعدی نوت ر هستش باز یه دونه به دی هامون اضافه میشه دو تا دی اس خواهم داشت همین جوری که من میرم جلوتر به ازای هر یه دونه استپی که توی اون چرخم به سمت عقربای ساعت حرکت میکنم به تعداد دی های من یه دونه اضافه میشه خب پس میتونم بگم بیشترین تعداد دیز رو اگر همینجوری ما بیایم جلوتر نوت دو دیز یا سی شارپ در واقع میگیره که وقتی ما یه کاغذ نوت رو میذارن جلوم و میبینیم هفت تا دونه دیز داره میفهمیم که گام ما دو دیز ماجور یا سی شارپ میجر هستش خب این در واقع خیلی راحت به ما کمک میکنه که گام رو تشخیص بدیم حالا در مرحله دوم یه سری از سرکلیدام هم هستن که تعدادی بمول دارن یه دونه تا هفت میتونن تعداد بمول هاشون باشه و باز هم تشخیصشون میدیم که گام چی هستش یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که ما این چرخه رو به سمت خلاف عقربای ساعت اگر حرکت بکنیم تعداد بمول هامون به ازای یک خونه زیاد میشه در واقع اگر ما راس ساعتمون رو که نوت سی یا دو هستش در نظر بگیریم گفتیم نه دیز داره نه بمول داره اما اگر به سمت خلاف عقربای ساعت حرکت بکنیم به ازای یک خونه هی تعداد به هامون اضافه میشه یعنی در واقع من اگر یه دونه بمول دیدم توی صفحه نوت هم میفهمم که گام من فاماژور هستش و همینجوری میتونه تا هفت تا اضافه بشه یه نکته که خیلی مهمه که بدونیم اینه که این چرخه برای گام های ماجور هستش حالا اگر بخوایم یه چرخه دیگه ای رو برای گام مینور در نظر بگیریم و ببینیم که حالا گام های مینور رو بر اساس چه تعدادی از یا به مالی در واقع میچینیم کافی این چرخه رو روتیت بکنیم جوری که نوت A در واقع بیفته روی ساعت دوازمون و رأس چرخمون قرار بگیره پس ترتیب نوت عوض نمیشه فقط همون چرخه رو من روتیت کردم و نوت A رو آوردم در مبدا قرار دادم طبیعتا حالا دارم به ششم اسکیل مینور نگاه میکنم در واقع اسکیل لا مینور یا ای ماینر که در رأس چرخم هستش نه دیز داره نه بمول باز دوباره به سمت عقربای ساعت اگر حرکت بکنم به ازای هر کدوم یه دونه دیز اضافه میشه و برعکس حرکت بکنم به ازای هر کدوم یه دونه بمول اضافه میشه برای اینکه مطمئن بشیم که این مطلب رو متوجه شدیم چندتا مثال رو با هم دیگه میبینیم خب مثلا ما با یه کاغذ نوتی طرف هستیم که میبینیم که دو تا دونه دیز داره میخوایم ببینیم که این گام در واقع چی هستش خب وقتی با دو تا دونه دیز سر کار داریم میفهمیم گام ما دی میجر هستش و معادل مینوریش میشه بی ماینر پس ما میتونیم به چشم دی میجر یا ر ماژور یا بی ماینر یا سی مینور در واقع بهش نگاه بکنیم بریم مثلا یه مثال دیگه از بمول ها داشته باشیم مثلا من اگر چهار تا بمول روی سر ببینم گام من میشه لا بمل یا ای فلت میجر یا لاب به مول ماجور در واقع و در مقابلش من میتونم یک گام فامینور رو داشته باشم که معادل در واقع مینوریش هستش اگر از چرخه دوم بخوام استفاده بکنم مثال دیگه مثلا اگر قرار باشه ما 5 تا دیز ببینیم ما میتونیم این رو یک بی میجر در نظر بگیریم یا جی شارپ ماینر از چرخه دوم در نظر بگیریم که 5 تا دونه دیز داره آخرین مثال که از همه ساده تره اگر ما هیچ دیز یا بمولی نداشته باشیم میفهمیم گام ما سی میجر یا همون دو ماجور یا ای ماینر لا مینور هستش پس خیلی از مواقع اگر جای گیر کردیم و یه صفحه نوتی جلو بود با شمردن دی اس ها و مولا میتونیم خیلی راحت ها رو پیدا بکنیم امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه و یک بار برای همیشه این سیکل آف رو یاد گرفته باشین یک بار برای همیشه که نه Yeah, what do you give me? Betting as well. Chicago bigger. <laughs>